قدیما بلد بودن زبان انگلیسی یه افتخار بزرگ به حساب میومد، اما امروز بلد نبودن این زبان یه عیب بزرگ به حساب میاد. امروز توی این ویدیو میخوام بهت یاد بدم که چطور خودت توی خونه و کاملا رایگان زبان انگلیسی رو یاد بگیری. توی این ویدیو قرار گلچینی از بهترین اپلیکیشن ها، کتاب ها، پادکست ها، وبسایت ها و کانال های یوتیوب رو به شما معرفی کنم. پس بریم که شروع کنیم. توی قسمت اول میخوام بهتون یه عالم اپلیکیشن کاملا رایگان زبان انگلیسی رو معرفی کنم که بعضیشون به فارسی بهتون انگلیسی رو یاد میدن و بعضیشون به انگلیسی. اولین اپلیکیشنی که میخوام بهتون معرفی کنم بهترین اپلیکیشن یادگیری لغات انگلیسیه که براتون اینجا گذاشتم. توی این اپلیکیشن شما میتونید 6000 کلمه انگلیسی رو یاد بگیرید. این اپلیکیشن فوق‌العاده است. چرا؟ چون به روش‌های مختلف کلمات رو با شما تمرین میکنه. مثلا یه جا کلمه رو براتون پلی میکنه، شما باید دیکتش رو بنویسید. یه جا میگه خودت کلمه رو تلفظ کن، من ببینم درست تلفظ میکنی یا نه. یه جا عکس کلمه رو مینویسه، تو باید کلمه رو بهش وصل کنی و پر از بازی ها و کویزای جذابه که شما فقط با روزی 10 دقیقه بازی کردن با این اپ در مدت خیلی کمی میتونی کلی کلمه جدید انگلیسی رو به دانشت اضافه کنی. اپلیکیشن بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم فوق‌العاده است. چرا؟ بچه ها، چون ما وقتی که داریم زبان میخونیم به صورت خودآموز کسی رو نداریم که بهمون بگی بابا داری این کلمه رو اشتباه تلفظ میکنی، ولی اپلیکیشن السا به این صورته که برات کلمه ها رو میاره، آموزش تلفظش رو میده و چون هوش مصنوعی داره شما اون کلمه رو براش تلفظ میکنی و اون غلطات رو کامل برات میگه. فوق‌العاده است بچه ها، حتما این اپلیکیشن رو دانلود کنید، حتی اگه سطح بالایی تو زبان انگلیسی دارید، چون واقعا به درست شدن تلفظتون کمک میکنه. وقتی داریم یه زبانی خودآموز میخونیم، غیر از این که کسی نیست برامون تلفظمون رو اصلاح کنه، کسی هم نیستش که برامون غلطای املاییمون رو بگیره، مثلا انشا بنویسیم بدیم بهش بگیم غلط املایی گرامریمون رو بگیر. اما نگران نباشید، اپلیکیشن گرامرلی این کار برای شما میکنه. متنی که نوشتی رو میذاری توی این اپ و غلطاتو برات میگیره و اصلاح میکنه و در این حال بهت میگه که چرا این غلطه و نکته گرامرش آموزش میده. بچه ها این اپلیکیشن فوق‌العاده است، حتما دانلود کنید. یکی از مشکلاتی که ما زبان آموزا وقتی که یه زبانی رو خودآموز میخونیم داریم اینه که کسی نیستش که باهاش مکالمه کنیم و زبانمون رو تقویت کنیم، مخصوصا فردی که خارجی باشه و نیتیو باشه. نگران نباشید، بازم بچه ها اپلیکیشن تاندمی مشکل رو کاملا حل کرده. چطوریه بچه ها این اپ؟ شما تو این اپ پروفایل بر خودتون درست میکنید و میزنید که مثلا من زبان مادری فارسی میخوام زبان انگلیسی رو بخونم، براتون کلی آدم رو پیشنهاد میکنه که اون افراد نیتیو هستن در زبان انگلیسی و شما میتونید بهشون پیام بدید، دوست بشید، با همدیگه مکالمه داشته باشید، تماس تصویری یا ویدیویی داشته باشید، رفع اشکال کنید، سوالاتتون رو بپرسید و مکالمتون رو تمرین کنید. میدونم حتما خیلیاتون اسم کتاب 504 رو شنیدید. بدترین کاری که شما میتونید انجام بدید اینه که کتاب 504 رو باز کنید، شروع کنید به فرو کردن کلمات در مغزه. این کار دیگه از مد افتاده دوستان. اپلیکیشن 504 رو ما داریم که باهاش میتونید کلمات کتاب 504 رو به راحتی حفظ کنید بچه‌ها. این اپلیکیشن کلی کویز و بازی داره و شما هر شب اگه حتی 10 دقیقه با این اپ بازی کنید توی چند ماه میتونید کامل کلمات این کتاب رو از حفظ شده باشید. اپلیکیشن وانالیسن بچه‌ها عالیه. چرا؟ چون کلیپ های کوتاه از فیلم های سینمایی و سریال ها رو براتون پلی میکنه و از طریق اونو شما میتونید گرامر، وکب، اصطلاح و تلفظ درست رو یاد بگیرید. مثلا کلیپ رو پلی میکنید و بعد بنویسید که چی گفت، یا مثلا سوال های 4 گزینه‌ای داره و انتخاب کنید و با روش های مختلف لیسنینگ شما و بقیه مهارتاتون رو تقویت میکنه. اپلیکیشن لیریکس ترینینگ بچه ها، همون اپلیکیشنی که دنبالش بودیم همیشه. چرا؟ چون آهنگایی که ما گوش میدیم و همه رو اون تو داره و براتون پلی میکنه و شما باید جا خالی رو پر کنی و متن آهنگو بنویسی، یا مثلا توی قسمت خیلی سختش آهنگو برات پلی میکنه و خودت با کل آهنگو سری تون تون براش بنویسی، مثلا گزینه داده انتخاب میکنی، اینجا براتون گذاشتم. بچه‌ها این اپلیکیشن خیلی خوبه ولی متأسفانه پولیه و هر روز بیشتر از 3 تا آهنگ رو شما نمیتونی باهاش بازی کنی، که اشکال نداره، بازم از هیچی بهتره. این اپلیکیشن رو خیلی خیلی بچه‌ها بهتون پیشنهاد میکنم.
اگر بخوام بهتون دو تا اپلیکیشن انگلیسی که به فارسی بهتون زبان انگلیسی رو آموزش میده معرفی کنم، این دو تا اپلیکیشن هستن بچه ها که رایگانن و از پایه به شما زبان انگلیسی رو آموزش میدن. توی این قسمت میخوام بهتون چند تا کانال یوتیوب خوب برای یاد گرفتن انگلیسی رو معرفی کنم. اول با کانالی شروع میکنم که به زبان فارسی انگلیسی رو درس میده. بچه ها کانال یوتیوب بامبو فوق‌العاده است. از صفر شروع کرده، الفبا، کلمات، گرامر و پله به پله زبان انگلیسی رو به فارسی بهتون آموزش داده. زبانهای دیگر هم تازه داره، ولی خب انگلیسیش دیگه اصلا فوق‌العاده است. کانال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم کانال خانم جنیفر که بنده خدا بودم 10 سالی میشه که دارن توی یوتیوب ویدیو درست میکنن دیگه. توی این 10 سال فکر کنم هر چی درباره زبان انگلیسی بوده رو ایشون ویدیوشو گذاشتن دیگه، در این حد کامله. میتونید کانالشون رو سابسکرایب کنید. آخرین کانال یوتیوبی که میخوام بهتون معرفی کنم کانال English Class 101 هست. بچه ها مجموعه Class 101 خیلی از زبان رو آموزش میدن، حتی فارسی توی یوتیوب. انگلیسی هم یکی از اون زبان هاست که از پایه آموزش میدن، کلمه، گرامر، مخصوصا محاوره رو آموزش میدن. خیلی کانال خوبیه، حتما سابسکرایب کنید. چقدر دارم تبلیغ میکنم من کانال رو. سابسکرایب کانال منم سابسکرایب کنید دیگه تا اینجا اومدید. دوستان اینا رو فقط سابسکرایب نکنید. رسیدیم سراغ معرفی بهترین کتابای خودآموز زبان انگلیسی. اول با کتابهای وکب شروع میکنم. بچه ها من خودم همه این کتابایی که عکسش اینجا میبینید و خوندم و فوق‌العاده راضی بودم. مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز فوق‌العاده است. 3 تا سطح داره، هر 3 تاشو بچه ها بخونید، چون واقعا اصلا بیس کلمات من با این کتاب ها ساخته شد بچه ها و پایم و این کتاب ها قوی کردن. بعد از اینکه این 3 تا کتاب رو من خوندم و تمام کردم، رفتم سراغ یه کتاب از همین مجموعه کتاب ها که برای idioms و phrasal verbs بود که اینم خیلی دوست داشتم، و برای IELTS و سطح پیشرفته بچه ها این 2 تا کتاب رو پیشنهاد میکنم. Focus on vocabulary فوق العاده است. یعنی هر چی از این 2 تا کتاب بگم کم گفتم. برای کسایی که میخوان انگلیسی رو در سطح پیشرفته بخونن و IELTS بدن، یعنی این کتاب اصلا نگم براتون بچه‌ها، یعنی معجزه میکنه توی IELTS. یعنی سطح شما رو از اینجا میبره به اینجا. عالیه، حتما تهیه کنید. یه دونه کتاب گرامر میخوام بهتون معرفی کنم. همین رو بخرید واقعا کافیه. میدونم الان خودتون احتمالاً تو خونه‌تون کلی کتاب گرامر دارید، ولی اگه یه کتاب استاندارد خوب تهیه کنید واقعا کافیه. کتاب Grammar in Use کتابی بوده که اصلا همه استفاده میکنن، همه ازش راضی بودن و منم اینو حسابی پیشنهاد میکنم به کسایی که میخوان گرامرشون رو تمرین کنن. راستی بچه ها لینک دانلود همه این کتابایی که الان بهتون گفتم توی کانال تلگرامم هست. لینک کانال تلگرامم توی دیسکریپشن باکسه. رسیدیم به معرفی پادکست ها. بچه ها پادکست گوش دادن یکی از بهترین روش ها و کم انرژی گیرترین روش های یاد گرفتن زبانه، چون شما هر کاری که در طول روز داری انجام میدی، داری پیاده روی میکنی، ورزش میکنی، خونه تو تمیز میکنی، غذا درست میکنی، تو اتوبوسی، متروی، هر جا که هستی میتونی گوش بدی و زبانتو تقویت کنی. میخوام بهتون چند تا پادکست خیلی خوب معرفی کنم که شما بتونید در طول روز گوش بدید. اولین پادکستی که میخوام معرفی کنم پادکست English We Speak هست بچه ها. هر کدوم از پادکستاش 2 دقیقه بیشتر نیست و بهتون یه کلمه یا اصطلاح رو یاد میده، ولی انقدر قشنگ بهتون یاد میده که شما تو ذهنتون میمونه. به جای اینکه بشینید تو خونه کتاب دستتون بگیرید حفظ کنید، میذارید تو گوشتون، انقدر اون اینو تکرار میکنه و براش مثال میزنید که حفظ میشید. 2 تا پادکست میخوام بهتون معرفی کنم که شما باهاش بتونید اخبار انگلیسی گوش بدید. ولی اخباری که بچه ها توی این 2 تا پادکست شما گوش میدید، سطح انگلیسیشون در حد اون اخباری که مثلا توی رادیوهای انگلیسی زبان هست نیست، به اون سختی نیست. این پادکست ها برای زبان آموزان طراحی شدن و سعی میکنن که از کلمات و اصطلاحات سطح پایین‌تر استفاده کنن. حتی اگه کلمه سختی هم استفاده میکنن، سعی میکنن که توضیح بدن در ادامه و خیلی هم آروم و شمرده تر از رادیو یا اخبارهای اصلی صحبت میکنن. در نتیجه شما میتونید با خیال راحت بهشون گوش بدید و متوجه بشید.
و در آخر میخوام بهتون وبسایت کورسرا رو معرفی کنم که میدونم خیلیاتون میشناسید. توی این وبسایت شما میتونید زبان انگلیسی رو با بهترین اساتید نیتیو به صورت کاملا رایگان یاد بگیرید. اینم اسم وبسایتشون. راستی بچه ها، من قبلا دو تا ویدیو گرفته بودم در رابطه با خودآموز خوندن زبان و حتی یه ویدیو دیگه هم گرفته بودم در رابطه با مدیریت زمان. به نظرم بعد از این ویدیو اگه اون سه تا ویدیو رو ببینید کاملا دستتون میاد که چطور میتونید یک زبان رو از صفر خودتون در خونه به صورت رایگان مطالعه کنید. توش بهتون یاد دادم که چطور هر کدوم از مهارت‌های زبانتون رو تقویت کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشید. لینک این اپلیکیشن و کلا برنامه‌ای که معرفی کردم براتون توی دیسکریپشن باکس گذاشتم. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتید، برای دوستاتون بفرستید و کانال من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.